هم میخوام براتون بگم همه چیزها از چه چیزی درست شدن. همه چیزها در دنیا از کوچکترین حشرات تا بزرگترین ستاره ها از ذرات کوچکی به اسم اتم ساخته شده. اتم ها اونقدر کوچیک هستن که با چشم دیده نمیشن. اتم ها از ذرات خیلی کوچکتری به اسم الکترون، پروتون، نوترون تشکیل شده. وقتی یه اتم شکافته بشه چه اتفاقی میفته؟ انرژی هسته. شکافتن اتم ها مقدار خیلی زیادی انرژی آزاد میکنه. این انرژی میتواند برای تولید برق در نیروگاه هسته‌ای مورد استفاده بشه. انفجار هسته‌ای وقتی اتم ها شکافته میشوند، نوترون ها به اتم های دیگری برخورد میکنند و باعث میشوند آنها هم شکافته بشن. این زنجیره برخورد و شکاف میتواند انفجار عظیم گرما و انرژی ایجاد کنه. شتاب دهنده ذرات. دانشمندان در مسیرهایی به ذرات اتمی سرعت میدهند و آنها را به هم برخورد میدهند تا اطلاعات بیشتری در مورد اتمها به دست بیارند. حالا میخوام براتون بگم که ذرات اتم چیا بودن. ذرات اتم الکترون، پروتون، نوترون هسته. الکترون ها ذراتی با بار منفی هستند که در اتم میچرخند. این ذرات توسط پروتون ها جذب اتم میشه. نوترون ها ذراتی هستند که هیچ بار الکتریکی ندارند. همه اتم ها تعداد پروتون ها و نوترون های برابری دارند به غیر از اتم هیدروژن که یک پروتون دارد و نوترون ندارد. پروتون ها ذراتی دارای بار مثبت هستند. آنها الکترون ها را به اتم جذب کنند و به تعداد پروتون ها به تعداد پروتون های یک اتم عدد اتمی گفته میشه. هسته در مرکز اتم قرار داره و از نوترون و پروتون تشکیل شده. حالا میخوام براتون مولکول رو بگم. مولکول اتم ها در گروه هایی به نام مولکول به هم میچسبند. پوسته های اتم ها هم پوشانی دارند و الکترون ها را بین خودشان به اشتراک میگذارند. برای مثال آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده. و در آخر میخوام براتون سوالات رو در مورد اتم ها مطرح کنم. کدام ذره اتمی هیچ بار الکتریکی ندارد؟ همطور که گفتیم نوترون هیچ بار الکتریکی ندارد. به برقی که از حرارت آزاد شده ناشی از شکافته شدن اتم ها تولید میشن بهش چی میگن؟ انرژی هسته‌ای میگن که گفتیم که ازش تولید برق میکنیم توی نیروگاه هسته‌ای. به اتم های که در یک گروه به هم پیوستن چی میگن؟ گفتیم اتم ها در گروه هایی به نام مولکول به هم چسبیدن که پوسته های اتم ها هم پوشانی دارن. خیلی ممنونم از توجهتون.